ترکیه بیش از 130 پناهنده غیرقانونی را که اکثرا شهروند افغانستانند در مرز با جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده و گفته می شود تدابیر امنیتی در مناطق مرزی خود با ایران را افزایش داده. همکارم فرشته رستگار در این باره گزارش می ده. وزارت کشور ترکیه می گوید روز شنبه 73 مهاجر افغان در استان وان در شرق و روز یک شنبه نیز 60 پناهجوی دیگر را که 59 نفر از آنها افغان بودند در بخش دیگری از همین استان بازداشت کرده است. به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در 7 ماه اخیر 270 هزار نفر بر اثر ادامه خشونت ها در افغانستان از خانه و کاشانه خود رانده شدند و شمار پناهجویان افغان به بیش از 3.5 میلیون نفر رسیده است. کنفرانس افغانستان با شرکت زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. یکی از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید در این شرایط سخت نباید افغانستان و مردم آن کشور را به حال خود رها کرد. باید پایگاهی قوی‌تر برای پشتیبانی از آینده افغانستان و افغان‌ها و ارتقای امنیت عمومی و توسعه اقتصادی در منطقه ایجاد شود و همه باید در تأسیس این پایگاه همکاری کنیم. بیش از 4 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی می کنند که اکثرا اهل سوریه اند و ترکیه مقصد اکثر مهاجران افغان است که از مرزهای غربی ایران وارد آن کشور می شوند. منابع دیپلماتیک ترکیه می گویند هیچ سازوکار مشخصی بین تهران و آنکارا برای مقابله با موج پناهجویان افغان وجود ندارد و ترکیه تنها بر تدابیر امنیتی و حفاظت از مرزهای مشترک افزوده است.